عزیزانم حالتون چطوره خوب هستید دوباره با شما بودن چقدر عالیه دیدن دوباره شما چقدر عالیه شکر برو شکر بر خداوند چه هفته رو گذروندم یکی خدا میدونه یکی هم من هم هفته خیلی خوبی رو گذروندم هم هفته خیلی خسته کننده ای امروز اینجا در مقابل این دوربین خسته هستم اما با قوت محبت با فیض خدا با مدد او اومدم اینجا آرامش خدا بر شما باد قشنگ تکیه بدین الان راحت باشین درد و قصه رو به کناری بذارین الان همه چیز رو امروز به خدا بدیم شفاتون رو امروز از خدا دریافت خواهید کرد برکتتون رو امروز از خدا دریافت خواهید کرد عیزان من دل بندان من در این هفته ای که گذشت با خواهرن و بردرن عیزم آشنا شدم کسانی که قبلش ندیده بودمشون فقط اسماشون رو میدونستم و رو در رو ملاقات کردیم با هم دیگه برنده برنامه ما هستن و برای من دعا میکنن ما رو حمایت میکنن این عزیزان رو در آغوش کشیدم از اینجا به همه شما و همه اون عزیزان سلام میکنم و محبت ها میفرستم قلبتون الان از آرامش پر بشه خونتون الان از محبت پر بشه خداوند الان با روح القدس شما رو لمس کنه این عینک های بدبینی رو از چشمتون در بیارین در بیارین بیرون بیاین از این جعبه کوچکتون بیاین بیرون خدا افق های جدیدی به شما نشون بده زیبایی های جدیدشو به شما نشون بده برکات جدیدشو به شما نشون بده خداوندمون امروز مثل همیشه از قلب به قلب صحبت خواهیم کرد در مورد موضوعات روحانی صحبت خواهیم کرد از خدای محبت از عشق خدا از نیکوی او صحبت خواهیم کرد شکر بر هم برو. از کسانی که برای من دعا میکنن تشکر میکنم با دعاهایی که شما برای من میکنین و فیض خداست که امروز سرپا هستم منم برای شما دعا میکنم برای من تو فیسبوک می نویسید ایمیل میزنید به من ایمیل های شما رو من دریافت میکنم برای جواب دادن بهشون دیر کردم اگر کسی هست که منتظر منو ببخشه واقعا من عذرخواهی میکنم دونه بدون اونها رو میبینم دونه دونه میخونم و به هر کدوم جواب خواهم داد تک تک جواب میدم همه شما برای من با ارزش هستید همه تون مهم هستید اما منو به کنار بذارید بیشتر از من شما برای خدا مهم هستید همه شما برای خدا اهمیت دارید شکر بر خدا از شما به طور خاص از دوستان ایماندار و به خصوص تیم دعایی امروز من یک خواسته ای دارم یه درخواست دعا دارم پدرم برای ده روز آینده توی یک پروسه برای قلبش قرار میگیره مشکل قلبی داره و خودش هم ایماندار نیست خواهش میکنم برای اون دعا کنید از شما خواهش میکنم شما هم این دفعه میدونم میدونم همیشه برای من دعا میکنید اما به طور خاص میخوام خواهش کنم برای پدرم دعا کنید همه ما به شفای خدا نیاز داریم امروز موضوع امروز ما موضوع خیلی جالبیه و موضوع خیلی مهمیه در زندگی ما در زندگی ما رابطمون با خدا و از این دنیا به جای دنیای دیگه که میریم جای خیلی مهمی که میریم موضوع مهمی هست تکبر تکبر اونجا نوشتیم روی تلویزیون که به خودت نبال به پا نیفتی وقتی بچه بودیم به همدیگه میگفتیم این چیزا رو وقتی که یکی یه یک چیز جدیدی میخرید و میگفت واسه من, من فلان چیز خریدم من فلان چیز خریدم و همش به خودش میبالید و بچه ها به هم نشون میدن چیزایی که میخواد از بازیاشون رو به هم نشون میدن لباساشون رو نشون میدن و به هم دیگه اینو میگفتیم و یه لقبی به هم میدادیم یه شعری میخونیم در مورد اینکه اون بچه زشته و مادرش خوشگله میدونم نمیدونم چرا اینو میگفتیم وقتی یکی بادی تو قبقبش مینداخت یه مثالی هست که اینجور مواقع برای این شخص به کار میبرند و همینو میگن که خودت نباد به پاک نیفتی از بچگی یاد میگیریم غرور و تکبر رو آیا کسی هست که متکبر نباشه؟ دو هفته قبل توی برنامه اون درباره خشم صحبت کردم گفتم که کسی نیست که خشمگین نشده باشن همه ما یه دکمه داریم و وقتی میزنیمش خشمگین میشیم امروز همون چیز رو برای تکبر میخوام بگم حتی کسانی در بین شما هستن که فکر میکنن فروتن هستن به طور خاص برای اونها چون که منم اینو خیلی میگفتم که من فروتن هستم بعدا متوجه شدم که در زیر من که فروتن هستم یه تکبری وجود داره کسی نیست که بدون تکبر باشه هیچ کس نیست باید که دقت کنیم باید تکبرمون رو بکشیم تکبرمون رو باید در زیر پاهامون بذاریم چون که تکبر چیزیه که خدا از اون نفرت داره تکبر چیزیه که خدا ازش متنفره همونقدر که شما باید با تکبرتون مجادله کنید منم به همون اندازه باید مجادله کنم لازمه که اینو بدونیم در برابر عظمت خدا در برابر جلال خدا شکر بر او در برابر قدرت او ما یک مشت خاک هستیم ما مثل یک بخار هستیم یک فوت یک فوت هستیم چیز دیگه ای نیستیم اما بعضی مواقع این تکبر درون ما خودشو نشون میده و میخوام توجهتون رو جلب کنم اون جاهایی که فکرش هم نمی کنید، تکبر چطور کار میکنه همیشه کبر و غرور یک جور خودشو نشون نمیده تکبر چیز منزجر کننده چیزی که باعث شد که شیطان از حضور خدا از بهشت بیرون انداخته بشه تکبر از بارسترین ویژگی شیطان خود پسندی چون که او در میان فرشتگان زیباترین بود در میان فرشتگان موزیک می نواخ و خدا رو پرستش میکرد. اما تکبرش انقدر بزرگ شد که خواست که به جای خدا باشه خواست که بر تخت خدا بشینه خواست که در جای او بشینه تکبر تکبر از شیطان میاد کاملا و یکی از مهمترین ویژگی های شیطانه ویژگی شیطان دروغ هست افترا هست غیبت به دیگران دروغ گفتن او پدر دروغ و یکی از بزرگترین ویژگی هاش هم تکبره تکبر میخواد که انسان ها اونا بپرستن از خدا دور بشن و خدایان دروغین رو بپرستن خدایان دیگر رو بپرستن به دنبال خدایان غیر برن و اون پشت هر خدایی با ماسک و نقاب ایستاده شیطان 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 تکبر امروز میخواین که در زندگیتون قدرت داشته باشید این از تکبر نشد میگیره اما من نمیخوام اینا رو فقط با حرفای خودم برای شما توضیح بدم میخوام از کلام خدا برای شما بگم مثل همیشه توجه کنین اینو میخوام به شما بگم میگن گربه نه تا جون داره یادم میاد گربه اون از طبقه چهارم افتاده بود و هنوز هم زنده است و سال هاست داره زندگی میکنه میگن گربه نه تا جون دارن درسته ولی امتحان نکنید شما لطفا از اونجایی که حیواناتو خیلی دوست دارم بهتون میگم گربه نه تا جون دارن باور کنید تکبر هم نه تا جون داره از جایی که فکر نمیکنید جایی که فکرشو نمیکنین تکبر در میاد شاید امروز به مادیاتی که دارید افتخار میکنید یا به غذاهایی که میپذید شاید به غذایی که میپذید افتخار نمیکنید ولی به زیباییتون میبالید شاید به زیباییتون نمیبالید ولی به بچه هاتون میبالید این که به بچه هامون افتخار کنیم چیز بدی نیست این که به اونها غرور بکنیم و به اونها نگاه کنیم و نفس راحت بکشیم چیز بدی نیست اما به پدر و مادرهایی دارم میگم که از اونها خدا میسازن کسانی که فرزندنشون رو میپرستن هیچ چیز رو نباید بپرسین به غیر از خدا به غیر از خدا لغا 18 9 از از 9 تا 14 از 9 تا 14 هم میخونم کلام خدا اینطور میگه آنگاه برای برخی از فارسی خیش مطمئن بودند و بر دیگران به دیده تحقیر نگینه این مسئله را آورد دو تن برای عبادت به معبد رفتند یکی فریسی و دیگری خراجگیر بود یکیش عالم بود همه چیش خوبه راه رفتنش گفتارش حالا میدونه اون دیگری مالیات میگیره توی اون زمان در جامعه کسی به چشم خوب به اونها نگاه نمیکرد چون که به زور از مردم مالیات میگرفتن چون که با دیکتاتوری و به سختی از مردم پول میگرفتن شاید به یه قسمش هم جیب خودشون میذاشتن شاید رشوه میگرفتن چی کار میکردن نمیدونیم اما مموری مالیات در اون جامعه شغل خوبی از ده مردم نداشتن دزدی میکردن اعتمادی بهشون نبود گناهکار بودن دو تن برای عبادت به معبد رفتن یکی فریسی دیگری خراجگیر فریسی ایستاد و با خود چنین دعا کرد عالم دین همه چیز رو میدونه از دین از خدا همه چیز رو میدونه اینطور میگه خدایا تو رو شکر میکنم که همچون دیگر مردمان دزد و بدکار و زناکار نیستم و نه مانند این خراجگیرم شکر میکنم تو رو دو بار در هفته روزه میگیرم و از هرچی به دست میارم ده یک میدهم اما آن خراجگیر دور ایستاد و نخواست حتی چشمان خود را به سوی آسمان بلند کنه بلکه بر سینه خود میکوفت و گفت خدایا بر من گناهکار رحم کن رحم کن میگفت ایسا میگه به شما میگویم که این مرد و نه آن دیگر پارسا شمرده شده به خانه رفت فریسی نبود اون دیگری نبود این شخص خراجگیر کسی که تو جامعه بهش بد نگاه میکردن پارسا شمرده شده و به خانه رفت زیرا هر که خود را برافرازد خار خواهد شد و هر که خود را خار سازد سرافراز خواهد گردید میخواین خودتون رو سرافراز کنید؟ خودتون رو از دیگران بالاتر میدونین؟ دیگران رو پایین میبینین؟ شاید ایمانشون را از بالا میبینین؟ شاید کار رو که میکنند اما نمیدونید که اونها در حضور خدا مرتبه اونها را نمیدونید. نمیدونید که برای خدا چقدر مهم هستن. تروزی خدا انقدر کامله که تروزی شما کامل نیست. طبق دیدگاه شما، طبق تجاباتون، طبق بچگیتون، طبق گذشتتون، طبق تحصیلاتتون، طبق فرهنگتون، طبق خانوادتون، همه اینها شما را مثل یک خمیر، طبق اتفاقات زندگیتون، داوری خواهید شد در حالی که خدا خالق پرجلال همه چیزو همه چیزو با گفتن یک بشود ساخت صاحب تروزی کامله امروز کی از بالا نگاه میکنید؟ کسانی که پیشتون کار میکنن؟ در رو براتون باز میکنن؟ سرایدار آپارتمانتون؟ چه کسی رو؟ حواستون به تکبر باشه هیچ کدوممون از هیچ کدوممون بالاتر نیستیم دقت کنید تکبر بین ما و خدا چنان دیواره میذاره که تکبر دعاهامونو دعاهامونو ما نمیشه تکبر تکبر مانع توبه میشه ما نمیشه شاید میگین که حق با منه من بی حق نیستم بر چی تو کنم، از شیر در اومدم شاید اینو به حرف نمیگین اما توی رفتارتون پیداست تکبر مانع از عذرخواهی کردن ما میشه تکبر باعث قرر کردن ما میشه باعث میشه حرفهایی به اونها بزنیم که ناراحت بشن ناراحت بشن از تکبر میاد شاید الان پای تلویزیون نشستین و از هر چیزه کوچیکی خورده میگیرید اه چیکار کنم من آدم حساسیم به اون تکبر دقت کنید به اون تکبر دقت کنید توجه کنید میخوام یه چیزی رو به شما بگم فروتنی خورد شدن نیست چند وقت پیش یه عزیز توی فیسبوک نوشته بود میگفت خریشیک این خورد شدن آیا چیز خوبیه از طرف خداست فروتنی خورد شدن نیست بینشون تفاوت هست خورد شدن یه ل... کلمه ساده است یک نفر از طرف یه نفر دیگه له میشه میگیم گوش کوبیده نه یه چیزی اونجا له شده یه چیزی اونجا خورد شده ازش سو استفاده شده له شده این ناحقیه این از طرف شیطان انجام میشه شیطان یه نفر رو استفاده میکنه زندگی یه نفر رو استفاده میکنه و یه نفر دیگر رو له میکنه اون فروتنی خورد شدن نیست فروتنی یک احساس سالمه فروتنی یک احساس با اطلاع یعنی شخص میدونه که داره چی کار میکنه وقتی فروتن هستین ترس خود در دل نه این ترس که آی منو علم جهنم میندازه ترس اینکه خدا از شما خوشنود نباشه ترس اینکه شما به راه اشتباه برید و مشکلاتی که در این راه به سر شما میاد هست اون ترس است. ترس زیبا. ترسی که توجهتون رو جلب میکنه. ترسی که شما رو از بدی ها میرهانه عزیزان. این از فروتنی میاد. جای خودتون رو میدونید، حدا مرزتون رو میدونید و حدا مرز خدا رو میدونید که چیه. میدونید که بعضی چیزها رو شما نمیتونید انجام بدید. میدونید که کار خداست. خودتون از نظر بود و قدرت بین شما و بود و قدرت خدا دونستن یعنی فروتنی کلام میگه که نگو فردا این کارو میکنم اون کارو میکنم شاید کسانی که مسیحی هستن دارن دارن این برنامه رو نگاه میکنن من میدونم وقتی که انشالله میگه میگن وای انشالله گفت من قبلا اینو میگفتم الان نباید بگم انشالله کلام بدی نیست اگر خدا اجازه بده ما میدونیم خدای ما میدونیم آفریننده ما کیه اگر پدر آسمانیمون اجازه بده اینو انجام میدم. برای فردا نگران نیستی. یه مثالی هست که میگه که لغمه بزرگ بخور اما بزرگ صحبت نکن. شاید اما امروز شما گنده صحبت میکنید منم قبلا اینطور بودم. حرفای گنده گنده میزدم، این کارو میکنم اون کارو میکنم بله اینو اینجور میکنم با ایدئالیستی صحبت میکردم با کمالگرایی صحبت میکردم با دفاع از حقوق زنان صحبت میکردم همش صحبت میکردم. نمیدونستم که این صحبت کردانا هم از تکبر میاد. شاید امروز تکبرتون به موقعیتتونه. شاید به تحصیلاتتون فخر میکنید. همه این چیزهای خوبی رو که صاحب هستید اینو بدونید. به خاطر فیض خداست. به خاطر اینه که او اجازه داده. انجام میدین. چون اونها رو به خاطر اینکه او اجازه داده صاحب هستید. چند وقت پیش یه مسافرت خارجی میرفتم وقتی سوار هواپیما میشم هر وقت که سوار هواپیما میشم خیلی مسافرت میکنم خیلی پرواز میکنم هر وقت که سوار میشم اینو درک میکنم که و میگم که خداوندا این هواپیما با اجازه تو پرواز میکنه چند وقت پیش شنیدید پسر خارمون خدیجه پیونده قلب شده بود ارن با اجازه خدا علم پیشرفت میکنه و اون پسر یک قلب تازه دریافت کرد درک بعضی از چیزهای امکان پذیر نیست اون جراحی که پیوند قلب انجام میده نمیتونه هوا اون هواپیما رو پرواز در بیاره اون خلبانی که هواپیما رو بلند میکنه نمیتونه پیوند قلب انجام بده توانایی های همه ما محدوده اما ما انسان ها بعضی مواقع تعجب میکنیم و میگیم که منو ببین کجا اومدم چی کار میکنم این کارا رو چطور انجام میدم دقت کنید نگید چیزی به من نمیشه برای شما هم میشه نگید همه چیز تحت کنترلمه نگید این توهین بزرگی به خداست که بگید همه چیز تحت کنترلمه دوستان عزیزم برای فروتنی از مسیح الگو بگیرید ببینین کلام چی میگه در فیلیپیان باب دو از آیه یک شروع میکنم تا آیه یازده میخونم برای شما میخونم اون برای شما پس اگر در مسیح دلگرمید اگر محبت او مایه تسلی شماست اگر در رفاقت دارید و اگر از ره و شفقت برخوردارید بیایید شادی مرا به کمال برسانید و با یک دیگر وحدت نظر و محبت متقابل داشته یک دل و یک رای باشید اگر از مسیح چیزی گرفتید یک محبت یک وحدت یک شفا میگه اگر گرفتی تمام این شادی های منو تموم کنید هیچ کاری را از سر جاه طلبی یا تکبر نکنید عزیزان. بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. دیگران را از خود بهتر بدانید. دیگران رو از خود بهتر بدانید عزیزان. در رو برات باز میکنه از خودت بهتر بدونش. کسی که خونت رو تمیز میکنه از خودت بهتر بدونش. رئیستونه از شما بالاتره نه؟ درونتون نسبت به کارهایی که براتون میکنه دلگیر نباشید این دلگیرم از تکبر میاد دلگیری از تکبر میاد اونو از خودتون بالاتر بدونید بهتر بدونید ببینید در زندگیتون چقدر برکت میاد همکارتونه از خودتون بهتر بدونش شاید اون به جای شما تعیین شده شاید وقتی شما انتظار ارتقا داشتید اون ارتقا پیدا کرده خدا برای اون شخص در نظر گرفته خدا برای او برکت رو فرستاده. درونتون آه نکشید. فروتن باشید. نوبت من هم میرسه. آه خدا رو شکر که برکت گرفته. یه روز برای من هم میشه. آمین بگید. حسادت هم از تکبر میاد. میبینید تکبر از کجا میاد و به کجا میره معلوم نیست. مشخص نمیکنه ولی اینو بگم که یه جایی کوچیک اینقدر پیدا کنه تکبر از اونجا وارد میشه. و پشتش مصیبت به بار میاره حواستون باشه که خدا شما رو فروتن نکنه دقت کنین زندگی شما رو فروتن نکنه عزیزان قبلش شما خودتون فروتن بشید چون که اگر خدا شما رو متواضع بکنه خدا شما رو بندازه خدا شما رو تنبیه بکنه دردناک خواهد بود خیلی دردناک خواهد بود من میدونم من تجربه کردم من کشیدم میدونم که خدا چطور تکبرم و در زیر پاهام اجازه داد توسط مشکلات زندگی توسط بیماری ها چطور سعی که تکبر من از میون برداره و به همین خاطر هم شما و هم من از سیستم دفاعی تکبر بهرمند هستیم این رو دونسته مغلوب خواهیم کرد مغلوب کنیم که دوست خدا بشیم مغلوب کنیم که توبه کنیم مغلوب کنیم که درهای برکت باز بشه مغلوب میکنیم که خدا بتونه از ما استفاده کنه اینو مغلوب میکنیم که شبیه عیسی مسیح بشیم همان طرز فکر را داشته باشید که مسیح ایسا داشت قسمت دوم آیه شیش اینطور میگه او که همزاد با خدا بود از برابری با خدا با وجود این که با روح القدس زاده شده بود با یک بچه چطور خصوصیات پدرش رو میگیره اونم خصوصیات پدر آسمانی رو در خود داشت با وجود این بیمارا را شفا داد مرده ها را زنده کرد روی آب راه رو رفت پنج هزار نفر رو غذا داد معجزای باور نکردنی انجام داد بر مرگ پیروز شد و روز سوم از مرگ قیام کرد با وجودی که این همه قدرت داشت با وجود این از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان درآمد برای تو و من اگر میخواست همه کسانی را که اونو به صلیب کشیده بودن میتونست نابود کنه با یک کلمه همونطور که بیل آزر گفت بیرون بیا زنده شو همونطور که به مردم میگفت شفا بیاب به کوران میگفت چشمانت باز شه به بیماران میگفت شفا تو دریافت کن بشود میتونست بگه بشود اما از پدر اطاعت کرد توجه کنید شخص متکبر اطاعت نمیکنه شخص متکبر اطاعت کردن دوست نداره انسان متکبر درست شدن و دوست نداره به خاطر تکبرش دقت کنید دقت کنید از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست بلکه خود را خالی کرد و از ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان درآمد و چون در سیمای بشری یافت شد خود را خار ساخت و تا به مرگ حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید بر مرگ بر صلیب مطیع گردید چرا چرا آیا برای اینکه خدای کوچیکیه آیا چون خدای عاجزیه نه خیر نه خیر. برای اینکه برای من و شما بیاد و قربانی بشه و به ما نشون بده که چقدر ما رو دوست داره عزیزان تا زمانی که تکبر رو ترک نکنی و سعی نکنی که از خود گذشته باشی تا موقعی که پنهان کاری رو ترک نکنی تا زمانی که اطاعت کردن رو یاد نگیری خواهر رو بردارم به مردم نمیتونی که محبت خدا رو نشون بدی خدا محبتش اینطور به ما نشون داد که به شباهت مادر اومد با چهره انسانی به این دنیا آمد خودش کرد به او آب دهان انداختن مضروب شد و در درون درد حتی بدترین نوع مرگ با مردنش به ما داد و تمام گناهان دنیا رو تمام گناهان دنیا رو تجاوز دزدی حق خوری زنا قتل رو بر خودش گرفت هر نوع کسافت رو بر خود گرفت بر خودش گرفت با گرفتن گناهان همه دنیا بر خود با قربانی شدن برای ما با بره قربانی شده برای ما محبت به ما نشون داد برای شما و من بقیه پیامبر رو ببینین نجات دهنده دیگران رو ببینین کسانی که دم از نجات دهندگی میزنن هیچ کدومشون هیچ کدومشون برای شما و من خونشون نریخته ایزان اگر عیسی مسیح اینقدر فروتنه شما و من چقدر بیشتر باید فروتن باشیم میدونم روح القدس الان داره با شما صحبت میکنه کی تو رو عصبانی کرده کی تو رو ناراحت کرده کی هست اذیتت کرده با حرفاش تو رو غرق کرده تو رو له کرده کی هست شاد باش وشت کن از شادی پر شو برای خدا تحمل کن برای خدا تکبرت زیر پات له کن محبت نشون بده محبت نشون بده محبت نشون بده تکبر تو به کناری بذار محبت نشون بده محبت تکبر رو مغلوب میکنه فروتنی تکبر رو مغلوب میکنه حق اگر حق با تو باشه به خاطر خدا از حقت بگذر به خاطر خدا خودتو فروتن کن عیزم او تو رو بلند میکنه پس خدا نیز او را به قایت سرافراز کرد و نامی برتر از همه نامها ها به دو بخشید. تا به نام ایسا هر زانوی خم شود در آسمان و بر زمین و در زیر زمین و هر زبانی اقرار کند که ایسای مسیح خداوند است برای جلال خدای پدر خدای پدر از انجیل آری ندارم از انجیل خجالت نمی کشم. شاید به نظر دنیا حماقت بیاد شاید به نظر دنیا احمقانه بیاد اما از خدایی که جانش رو داد خونش رو داده از دادن مژده نجات بخش او خجالت نمیکشم این چنان خبر خوشیه که شما را نجات خواهد داد این خبر خوش من رو نجات داد با خون او پاک شدم با فروتنی او با از خودگذشتگی او با اطاعتش از پدر آسمانی به واسطه او پاک شدم اینو هیچ کس نه فرشتا نه نیروهای شریر هیچ کس در دنیا نه پدر نه مادر نه شیطان و نه نیروهای تاریکی او هیچ چیزی هیچ چیز نمیتونه اونو از ما بگیره چون که اون خبر خوش ما رو نجات داد با خونه عیسی مسیح و توسط فروتنی او نجات پیدا کردیم دوستان عیزم دوستانم خدا امروز با شما صحبت میکنه خدا امروز به شما میگه محبتش رو به شما نشون میده شما هم فروتن بشید شما هم خودتون رو فروتن کنید فروتن نبودن و متکبر بودن از حماقت میاد شاید شما امروز رئیس شما میخواد شما رو درست کنه اشتباهتون رو میخواد شاید دوستتون پدر مادرتون او تکبر درانتون پف میکنه و خشم تبدیل میشه توجه کنید به تکبر با دقت توجه کنید. زشتی اونو ببینید. درون کثیف اونو ببینید. و اجازه بدین دیگران شما رو درست بکنند. حتی اگه اشتباه دارن میگن بگید آیا یه قسمتی از این درست هست اگر اینو نمیگید درونتون تکبر هست و این تکبر چیزیه که خدا از اون افراد داره اول یوحنا باب دو آیه 16 اینطور میگه زیرا هرچه در دنیاست یعنی هوای نفس هوس چشم و غرور ناشی از مال و مقام نه از پدر بلکه از دنیاست میگه اون از پدر نمیاد غرور تکبر از دنیا میاد چیزی که از دنیا میاد در زیر تسلط شیطانه چیزی که از پدر میاد در زیر روح قرار داره اگر در عیسی مسیح هستید فروتن باشید اگر در عیسی مسیح هستید با روح زندگی می کنید نه با هوای نفس امروز انتخابتون رو بکنید امروز خودتون رو متواضع بکنید عیزان با فروتنی به سوی خدا بازگردید به سوی خدا بازگردید به سوی خدا بازگردید دوستان عزیزم او قلب ما رو میدونه روح القدس الان با شما صحبت کنه الان ببینید نمیخوام با عجله بگذرم چون که میدونم او با قلب شما صحبت میکنه او شما رو فرا میخونه آیا همسرتون امروز باید فروتن بشه؟ فرزندتون؟ همسایتون؟ اینا میدونید اینو حس میکنید خودتونو به خودتون یه نگاهی بندازید. امروز به قلبتون یه نگاهی بندازید. امروز چه چیزی شما را اذیت میکنه؟ چه چیزی از خدا دورتون میکنه؟ چه چیزی مانع از گریه کردن پذیرش گناهان روی زانو افتادن شما میشه؟ امروز قلبتون رو ارزیابی بکنید عزیزان. ارزیابی بکنید. در حضور خدا فروتن باشید بینندگان عزیزم دوستان عزیزم عزیزانم برای خوبی شما صحبت میکنم میدونین چه چیزی در قلب من میگذره خیلی هاتون میدونین محبتی رو که در درونم نسبت به شما دارم اما خدا امروز توسط من با شما صحبت میکنه چون که اون شما رو بیشتر دوست داره اون میخواد شما رو برکت بده صدها و دیوارهایی که در زندگیتونه میخواد و موانع بین شما و رو میخواد برداره خدا چونکه که او اون, اون دور دورا در آسمان و شما این ور در زمین نیست او در کنار شماست او در کنار شماست اگر از تکبرتون آزاد بشید اگر خودتون رو فروتن بکنید چه چیزهایی میاد توی زندگیتون چه برکاتی میاد خبر ندارید با اطاعت کردن شروع کنید کلام میگه که از همدیگه اطاعت کنید زن و شوهر مطیع همدیگه باشید او شاید دوستانی دارید که شما رو پر میکنن دوستان متکبر در کنارتون هستن ای بابا شغل خوبی داری خوشگلی اینو داری اونو داری چرا این شخص رو تحمل میکنی من یه دوستی داشتم اینطوری بود مگه مجبور اینو تحمل کنی این سختی ها این مشکلات رو نکش صبر نکن کسانی هستن که این چیزا رو به شما میگن در زندگیتون هست له لورده شدم خسته شدم دیگه همسرم اینجور رفتار میکنه اونجور رفتار همش کار میکنم غذا درست میکنم بچه ها نگهداری میکنم شاید خودتون خودتون رو ور میکنید خودتون خودتون بنزین میریزید این تکبر باعث خش میشه تکبر باعث جدایی ها میشه زن و شوهر به خاطر تکبر از هم دور میشن به خاطر تکبرشون همدیگر بخشن خطاها و اشتباهاتی رو که کردن نمیپذیرن به خاطر تکبرشون محبتشون رو به باد میدن به محبتشون رو به به باد میدن این همه سالها ده سال بیست سال ها، از دست میدن اینها رو ازدواجشون رو از دست میدن خانوادهشون رو از دست میدن شاید دارین از دست میدین ازدواجتون و خانوادهتون و بچهاتون رو دست نگه دارید مثل تابلوهای ایست که توی خیابون هست ایست ایست سرتو بنداز پایین و فکر کن و در حضور خدا خودتو فروتن کن انسانها رو ول کن نه به خاطر انسانها در حضور خدا خودتو فروتن بکن زانو بزن سجده کن تو هم کامل نیستی تو هم از همسایه بغلید از دوستانت بالاتر نیستی تو هم اشتباهات داری تو هم به فیض نیاز داری تو هم به خونه مسی نیاز داری خواهر و برادر عزیز من عزیزان خواهش میکنم خواهش میکنم تکبر از پنجره بنداز پایین کنار بذار تکبر رو این غرور رو کنار بذار در محبت غرور نیست در عشق غرور نیست در زندگی روحانی غرور نیست ول کن نظر این غرور درون شعله ور بشه آب بریز. آب بریز آب بریز آب محبت بریز خاموش بشه ببینید میخوام یه داستان خیلی زیبا از کتاب مقدس براتون بگم این داستان خیلی دوست دارم این برای شما درس عبرت باشه چشماتون رو باز کنید گوشاتون رو باز کنید و به من خوب گوش کنید کلام خدا رو خوب گوش بدید منم خودم و شما فروتن میکنم و نه فقط اینجا بلکه در, در خونه در مقابل شوهرم در مقابل فرزندم در خیابون فقط در مقابل دوربین چی انجام میدم مهم نیست واقعا حتی اگه مهم به نظر بیاد اگر اینو در زندگیم بکار کار نبرم اگر خودمو فروتن نمی کنم. اگر خودم داوطلب نمیشم دست خودمه در من تکبر نیست اگر نه بگم دروغه اونم از یه جاهایی در میاد. اما خودمو خودمو نفسمو باید در زیر پام بذارم باید خودمو برانداز کنم که من که این برنامه رو اجرا می کنم خدمت می کنم هم در حضور خدا پذیرفته باشم و هم در زندگی شما سمرش دیده بشه دوستان عزیزم از یه پادشاه میخوام براتون بگم اسم این پادشاه نبوکد نصره خوب گوش کنید کتاب دانیان، باب چار از آیه 28 شروع می کنم بخوندن. این همه به نبوکد نصر پادشاه واقع شد بعد از انقضای دوازده ماه او بالای قصر خسروی در بابل می خرامید ببینید بابل اون وقت ثروتمندترین کشور بود بزرگترین پادشاهی اون زمان بود تصورشو بکنید قدرت دست کیه پادشاه در بین پادشان ثروتمندترین پادشاه شخصی که اون بالاست بزرگتر از این موقعیت وجود نداره در روی زمین بر روی زمین موقعیت از این بزرگتر وجود نداشت بعد از انقضای دوازده ما او بالای قصر خسروی در بابل میخرمه و پادشاه متکلم شده گفت آیا بابل عظیم نیست که ما آن را برای خانه سلطنه و توانایی قوت و اشمت جلال خود بنا نمودم؟ ببینید چی میگه؟ چیزی رو که میگید گوشتون بشنوه من کردم من انجام دادم نباید بگید با اجازه خدا اینها انجام شد اینا خواهید گفت به خاطر کار من به خاطر هوش و ذکاوت من صاحب این خونه شدم اون عقل شما رو خدا به شما داده کسی که اجازه میده دست تکون بدی نفس بکشی خداست ایزان اگر اون نخواد نفس هم نمیتونی بکشی اما این پادشاه با وجودی که پادشاه یک سرزمین بزرگ و قدرت و من ثروتمند بود ولی پادشاه احمقیه ببخشید اما چون که نمیدونه که توسط خداست که در اونجا قرار گرفته نمیدونه و میگه که آیا این بابل عظیم نیست که من آن را برای خانه سلطنت و توانایی تو توانایی و قوت و حشمت و جلال خود بنا نمودم ببین چی میگه چی به رخ میکشه قرور تکبرش رو ببینید این سخن هنوز بر زبان پادشاه بود که آوازی از آسمان نازل شد. گفت ای پادشاه نبوکد نصر. به تو گفته میشد که سطحنت از تو گذشته است. و تو را از میان مردم خواهند راند و مسکن تو با حیوانات صحرا خواهد بود و تو را مثل گاوان علف خواهند خورانید و هفت زمان بر تو خواهد گذاشت تا بدانی که حضرت متعال بر ممالک آدمیان حکرانی می کند. و آن را به هر که بخواد میداد میگه که تا وقتی نفهمی که من خالق تو اینها رو به تو داده خالق تو تو رو پادشاه کرده تا وقتی که درک نکنی متوجه نشی مثل حیوان زندگی خواهی کرد مثل حیوان فروتن خواهی شد تو رو فروتن میکنم چون که تو خودتو جلال دادی چون که تو خودتو پرستیدی چون که تو مغرور شدی متکبر شدی از اروپا عیزی تماس گرفته خارهمی سلام خاریشیک حالتون چطوره خوبم شما چطورید ممنونم منم خوبم برنامه شما رو تماشا میکنم و خیلی خوشم میاد آه خیلی ممنون من ماه گذشته تماس گرفته بدم برنامه داشت تموم میشد و کم صحبت کردیم یه سوالی داشتم خاله ایشیک اگه امکان داره لطف کنیم برای من دعا کنیم مشکلات مالی دارم و خیلی تو فشارم حتما الان برای مشکلات مالتون دعا خواهیم کرد و همچنین برای بینندگانی که این مشکل رو دارن تو هم با من دعا میکنی همی؟ بله خواسته دیگه ای داری؟ نه ولی همونطور که گفتم الان توی وضعیت خیلی بد مالی و فشارهای سخت زندگی قرار گرفتم و الان در حال لازم خیلی هیجان زده هستم خواهش میکنم من ببخشید نه عزیزم خواهش میکنم من شما رو خیلی دوست دارم مواظب به خودتون باشید من هم شما رو دوست دارم خواهرم الان تا تلفن رو قطع کردی تو هم دستاتو با من باز بکن در حضور خدا برنامه ما تکبر امروز و تنها کسی که کامل خداست آفریننده ماست همه ما اشتباهات داریم و الان در حضور خدا هستیم پس دستمون رو باز میکنیم و برای شما دعا میکنیم به نام عیسی مسیح خدا نگهدار صورت رو میبوسم درهای برکت درهای برکت بر شما باز بشه خدا پر جلالم به حضور تو آمدیم چه فرصت خوبی باز کنید دستاتون رو الان با هم جلال خدا رو جلال خدا رو درک کنیم با هم دیگه خداوند به حضور تو اومدیم خدای نیکو خدای بزرگ خدای آسمانی تو رو می پرستیم خداوند من ایشیک به حضور تو آمدم به عنوان فرزندت به عنوان دخترت و برای بینندگان تلویزیون دستامو باز میکنم از تو خواهش میکنم خداوندا تو عظیم هستیم. ما کوچیکیم ما هیچ چیزی نیستیم هیچ چیزی نیستیم در مقابل عظمت تو خداوندا ما هیچ هستیم اما تو به ما بها دادی تو برای ما خونه تو ریختی تو راه رو برای ما باز کردی خداوندا توسط توست که پاک شدیم شکر بر تو تو الان دعای خواهر عیزمونو خداوندا شنیدی شنیدی خداوندا قبل از اینکه حتی دهانشو رو باز کنه تو شنیدی تو میدونی که چند وقت مشکلات مالی رو داره پشت سر میذاره و الان برای او و بینندگانی که مشکلات مادی دارن خداوندا برای تمام بینندگانم دعا میکنم خداوندا از فرزندانم چطور مراقبت کنم چطور روی میز غذا بذارم چطور کار پیدا کنم چطور چطور آیا روز من هم خواهد رسید درهای برکت برای من باز خواهد شد برای این اشخاص دعا میکنم الان به نام عیسی مسیح تو خواهرم همی و کسانی که دستاشون رو باز کردند و عظمت تو رو پذیرفتن و فروتن شده و متواضع شدن تو آسمان تو باز کن خداوند و مثل یک باران برکات تو ببار مثل یک بارون نیکوی تو ببارون به نام عیسی مسیح دعا کردیم آمین آمین دعا کردن چقدر عالیه شفاتون رو دریافت کنید روح القدس الان شما رو لمس کنه به شما آرامش بده با هر مشکلی که دارین می جنگید عیزانم هر هرچی که تو زندگیتون هست بپذیرید که شما کوچیک هستید و عظمت خدا رو درک کنید ببینید داستانمون ادامه میدیم داستان واقعی از کلام رو ادامه میدیم خدا میگه که و هفت زمان بر تو خواهد گذشت تا بدانی که حضرت متعال بر ممالک آدمیان حکرانی میکند و آن را به هر که میخواهد میدهد به نبوکت نصر میگه در همان ساعت این ام بر نبوکت نصر واقع شد خدا بگه نمیشه گفت بشود شد الان بگه درهای برکت باز بشه برای شما باز میشه برکات مادی بر شما ببارد. در محل کارتون شاید توی کارتون مشکلات هست خشکی هست قحطی هست به نام عیسی مسیح الان برکتتون رو دریافت کنید با متواضع شدن با فروتنی برکتتون رو دریافت کنید در اطاعت برکت هست هاللویا میگه همان ساعت نم هم واقع شد و از میان مردمان رانده شده گاوان علف میخورد و بدنش از شبنم آسمانی تر میشد تا موهایش مثل پرهای عقاب بلند شد و بعد از انقضای آن ایام من که نبوکت نصر هستم چشمان خود را به سوی آسمان برافراشتم و عقل من به من برگشت عقل من به من برگشت فکرشو بکنید خوابید، یهو یه سطل آب رو سرتون خالی یه یهو به خودتون میاین و بیدار میشید، بیدار میشید. از این خواب بیدار شید به نام عیسی مسیح. بیدار شید. این فقط برای مستا نیست. این برای شما هم هست. مارتب تکرار و غرور و اشتباهات، این امروز برای شما هم هست ایزان. برای شما هم هست. این کلام که بیدار شید. به خودتون بیاین. مثل پادشاه تا خیلی دیر نشده. و عقل من به من برگشت و حضرت متعال را متبارک خواندم و هی سرمدی را تصریف و حمد گفتم پادشاهی که خودش را جلال میداد بعد از این تجربه خدا رو جلال میده پادشاهی که خودشو پادشاهیش رو پرستش میکرد افتخاراتشو به دار و ندارش مینازید این پادشاه هفت سال مثل حیوانات زندگی کرد ببخشید یاد میگیری که خدا رو حمد بگه خدا بعضی از مشکلات بی خودی نمیده به ما. بعضی از سختی ها رو بی خودی به ما نمیده. تا متعال بودن اونو بفهمیم. تا بفهمیم که همه چیز در کنترل او هست. و تا وقتی که به خودتون بیان و بیدار بشید. امروز بیدار شید. به نام عیسی مسیح. بیدار شید. و حضرت متعال را متبارک خواندم و حی سرمدی را تسبیح و حمد گفتم. زیرا که سلطنت او سلطنت جاودانی ببینید پادشاه داره اینو میگه و ملکات او تا ابدال آباد است میگه پادشاهی او و جمعی ساکنان جهان هیچ شمرده میشن و با جنود آسمان و سکنه جهان بر وفق اراده خود عمل می نماید و کسی نیست که دست او را باز دارد یا او را بگوید که چه می چه می کنی؟ هیچ قدرتی نیست که دست او را باز دارد و میگه که چه کار داری می کنی؟ چرا این کار رو میکنی با من نمیتونه به او بگه هیچ قدرتی نیست نمیتونین به او فکر خودتون رو بدین هرچی که دارید زندگی میکنید بکنید اما نمیتونید به او مشورت بدید نمیتونید میتونید بدین بله ولی بله عاقبتتون مثل این پادشاه میشه که چه اتفاقی براش افتاد متاسفانه متاسفانه به خدا به خدا به خدا نمیتونید امر کنید الان یه دوستی داریم تماس گرفته؟ بله میشنوم آقای جهاد الو الو سلام شبتون بخیر اسمتون رو درست میگم؟ بله جهاد چتین سلام خواهرش سلام حالتون چطوره؟ شما به تلویزیون گوش ندید به تلفن گوش بدید لطفا چشم حتما از برنامه شما خیلی خوشم میاد ها همه ما عاشق خدا هستیم آها مرتب صحبت های شما رو دنبال میکنم من مرسی واقعا اگه 24 ساعت هم گوش بدم خسته نمیشم اما آه. چند روز پیش تماس گرفتیم یک خانم شماره منو گرفت ولی تماس نگرفتن و یکم ناراحت شدم شما آقا چی ها که دو هفته پیش تماس گرفتی نه؟ بله خودم هست بله. بله. خیلی خیلی از شما از میکنم نه نه این حرف رو نزنید لطفا چون که ما خیلی برای جواب دادن به تلفن ها خیلی دیر کردیم باور کنید چون ما با تیممون سفر رفته بودیم و خیلی عقب افتادیم با تیممون کلا توی ماجرا شما رو فراموش نکردم و هنوز شمارتون پیش من هست لطفا لطفا اینطوری نگید بله به تلویزیون گوش ندین به تلفن گوش بدید لطفا گوش ندین به تلویزیون چشم چشم ما بفرمایید شما خواهش میکنم داشتم میگفتم من از صحبت های شما خیلی لذت میبرم و منتظر تماس شما بودم ولی تماسی نگرفتن. آه بله جواب میخوایم داد در این هفته به شما بله مرتب برنامه شما رو دنبال من یک معلم بازنشسته هستم بله یادم میاد و بله همسرتون نارسایی کلیه داره درسته؟ بله بله همسرم بیماره آه بله من عاشق مسیح هستم اما بعد از اون تلفن اه... قلبتون شکستیم نه قلبم نشکست ولی یکم ناراحت شدم آه. درسته نه د... تقصیر ماست میدونم کوتاهی از ماست آقا جهاد آرزوی موفقیت براتون میکنم مرسی خیلی ممنون و یک خواهشی از شما داشتم ب... بفرمایید خواهش میکنم ما از شرق ترکیه هستیم از آه. شرق شهر کارس با. ارزنجان و این طرف ها آهنگای آهنگ های سنتی خیلی زیبایی داریم اه یعنی آهنگ های خیلی قشنگی داریم آه میزنیم خیلی جالبه که این چیزایی که میگین بله بله دوست داریم واقعا من یه خواهشی از شما داشتم آقا جهاد. بله. ب... بهترین آهنگ محلی که دوست دارین چیه؟ واقعا بفرمایید خواهش میکنم برای ما بخونید یکم یک فکر کنید عجله نکنید نه من نمیتونم سنتی هر کدوم رو دوست دارید بگین نه نه شما بخونید برامون آه اما شاید ما نمیدونیم شما بفرمایید بگین اصلا تو این قسمت هیچ صدایی ندارم <تصفيق> <تصفيق> ولی نمیخوام شما از من ناراحت <applause> بشید ما نه خواهش میکنم نه من واقعا از برنامه شما و صحبتتون خوشم خیلی دوست دارم که شما رو از نزدیک ببینم اگه بتونیم اگر خدا اجازه بده آمین. راه رو باز کنه چرا که نه با کمال میل باشید واقعا خوهرم. خای... مرسی مرسی ب... برای همسرتون هنوز دعا میکنیم برای نارسایی بله، کلیش دیدی بله، بله. فراموش بله. نکردم بله. و دعا میکنم به نام عیسی مسیح که از این دستگاه ها نجات پیدا کنه دعا میکنیم برای شما دارم. خیلی ممنون ایشون... همچنین از برادر زکریا هم خیلی خوش هم میاد ایشون هم بزرگ ماست بله و مثل اینکه خانم دمت بودن که شماره منو گرفتن آ دمت بله به دمت جان گوش کن با شما هستن ایشون ولی خوب گوش کن سیدی شما رو من میخوام ازتون خواهش میکنم سیدی بله. برام بفرستیم. حتما حتما برای شما سیدیمونو میفرستیم این هفته ببینید تا دو سه روز دیگه ما شما رو با خبر خواهیم کرد تشکر میکنم از شما من تشکر میکنم مرسی خیلی ممنون ولی یک ترانه سنتی بذارید تو, تو. حتما هم پیشنهاد داده بودم مرسی حتما میذارم میذارم اینو دقت میکنم نگران نباشین در آرامش و برکت خدا بمانید شبتون, شبتون, شبتون بخیر ایشون چقدر پر از محبت بود ما رو بخشید دوباره تماس گرفته آقا جهاد ما با ایشون تماس نگرفتیم چند روز گذشته عزیزان عیزان دیگه ای هستن که ما به اونها هم جواب ندیم بینندگان عز... از شما واقعا عذرخواهی خواهی کنیم لطفا ما رو ببخشید خواهش کوتاهی ما رو ببخشید فقط اینو میخوام بگم به شما بگم در این ماه گذشته سه هزار تا ایمیل بیشتر از بیش از سه هزار ایمیل داشتیم و البته از اینا شکایت نمی کنیم اینقدر تلفن های زیادی دریافت می کنیم که اینقدر برکت دریافت می کنیم که و درخواست های دائمی می گیریم که همه اینها رو به نوبت جواب میدیم اما فقط کسانی که موقع پخش برنامه تماس میگیرن نیستن بعد از برنام... برنامه, برنامه ما تلفن هایی داریم همه اونها رو می نویسیم میخوام بدونید اینها رو همه شما مخصوص هستید همه شما ارزش اما برای صبرتون از شما تشکر میکنم برای محبتتون از شما تشکر میکنم کسانی که در کارس هستن در کسانی که از غرب ترکیه بیننده ما هستن الان کسانی که از کارس هستن از وان از شهری که آقا از اونجا آمده همه رو از ته دل در آغوش میگیرم مرسی برای اینکه بیننده ما هستین خدا رو شکر برای وجودتون ادامه میدم و پادشاه شروع میکنه به پرستن خدا ببینین چقدر فروتن شده بود بعد از این همه فروتنی چقدر فروتن شده بود عیسی مسیح چی میگه زیرا هر که خود را برافرازد خار خواهد شد و هر که خود را خار سازد سرافراز خواهد گردید و خدا اونو به خاطر اینکه خودش رو بلند کرده بود پایین آورد و الان خودشو فروتن میکنه الان خودشو فروتن میکنه چی میگه میگه به خود اومدم به خود اومدم و جمعی ساکنان جهان هیچ شمرده میشن و با جنود آسمان و سکنه جهان بر وفق اراده خود عمل می نماید و کسی نیست که دست او را باز دارد یا او را بگوید که چه می کنی؟ در همان زمان عقل من به من برگشت و به جهت جلال سلطنت من حشمت و زینتم به من باز داده شد و مشیرانم و عمرایم مرا طلبیدند و بر سلطنت خود استوار گردم و عظمت عظیمی بر من افزوده شد الان من که نبوکت نصر هستم پادشاه آسمانها را تسبیح و تکبیر و هم میگویم که تمام کارهای او حق و طریقهای وی عدل است و کسانی که با تکبر راه می روند او قادر است که ایشان را پست نماید تاریخهای وی عدل است و کسانی که با تکبار میرن پست می من یه چنین دوستی داشتم زن و شوهر به موقعیت خیلی خوبی رسیدن ما اون موقع هم همطور دست پنجه نرم کردیم تماس میگرفتم دوستان قدیمی بودن ما از قدیم دوست بودیم از میگفتم بفرمایید با هم غذا بخوریم نمی اومدن میگفتم ما جاهای دیگه میخوایم تو جمعای دیگه میخوایم بریم تا اینکه همینطور گذشت تا اینکه به جمع پولدارا پیوستن توی خیابون همدیگر که میدیدیم دیگه سلام علیکم نمیکردن با ما اما من برای اونها بعد از اینکه ایمان آوردم به مسیح شروع کردم به دعا کردم براشون چون که در قلبم سالها بود بچگی بود گذشتهمون بود چرا اینطوری شد هیچ مشکلی بینمون وجود نداشت فقط راههامون از هم جدا شده بود زندگیشون عوض شد زندگیشون عوض شد اما بعدا یک اشتباه خیلی بزرگی انجام دادن در جایی که کار میکردن و به خاطر اشتباهی که مرتکب شده بودن زندان و چیزهای دیگه خدا اونها رو فروتن کرد الان از اونا سلام دریافت میکنم الان از اونا خبر محبت آمیز میشنوم توجه کنید دوستان عزیزم منتظر بلای خدا نباشید برای فروتن شدن عین همین یک نفر کنار من کار کرد. من اون موقع به عنوان یک زن مدیر جدید بودم از این رئیس بازی ها هم در نمی آوردم خیلی آروم بودم الان نمیدونم اما بعدش یکم یاد گرفتم که چیزهایی رو که به مردم میگم با محبت انجامشون بدم اما یاد گرفتم که به عنوان یک شخص کارازموده اما قبل از اینکه اما قبل از اینکه اینها رو یاد بگیرم کسی پیشم کار میکرد میرفتم چیزی میخواستم میگفتم این کار رو انجام میدی یه روز میگذشت پنج روز میگذشت ده روز میگذشت انجام نمیداد این شخص بعدا فهمیدم چون که زن بودم نمیخواست انجام بده اینا رو یه روز یه چیزی ازش خواستم خیلی مهم بود انجام نداد گفتم که بهش گفتم که من اینو میخوام که تو انجام بدی آیا آرت میشه؟ بهت بر میخوره که اینا رو ازت میخوام گفت بله بهم بر میخوره برای اینکه نمیخوام که یک زن به من دستور بده برو بگو مدیر عامل بیاد و بیه که انجام بدم من این کارا رو توجه کنی تکبر کس دیگه تکبر شما رو هم به حرکت در میاره جدا میگم تکبری که در من بود زخمی شد در درونم خیلی عصبانی شدم بعد با خودم به خودم گفتم چرا عصبانی میشم البته که از تکبرم از غرورم رفتم و به مدیر عامل گفتم که اینو لازمه به شما بهش بگی رفت و با اون شخص گفت و بعد از چند ماه مدیر عامل از کار اومد بیرون و من به جای اون مدیر عامل شدم. ببینید. دقت کنید. کارهایی رو که در زندگیت انجام میدید. و این شخص این دفعه چیزایی که بهش میگفتم انجام میداد چون که دستیش بودم. نگاه کردم و یک جواهر دیدم در زندگی این شخص. یه روز صداش زدم و گفتم میخوام بهت کمک کنم. میخوام برای تو راه رو باز کنم چون که تو شخص عاقلی هستی. تو با استعداد و کوشا هستی. اما اگر این غرور تو مغلوب کنی به تو یه پست مهم میدم به تو یه کار خوب میدم اول یکم به خاطر قرورش عصبانی شد چون گفته بودم مغلوب شد آه آدم خوشو نمیاد بگه متکبر هستین اما رفت فکر کرد و اومد و گفت که اشیک خانم بله خودم رو متوازه میکنم و ایشون مدیر کردم ایشون رو دبیرستان شبانه خوند و بعد از اون دانشگاه رو تموم کرد ببینید فروتنی چه سودی داره داستان خیلی طولانی این داستان داستان خیلی قشنگه یه زمان دیگه میگم به شما زمانمون تموم شده اما میخوام بگم که با فروتنی پیش مدیرتون برین پیش کسی که صاحب کار شماست چطور انجام بدم چطور درست کنم چطور میتونم بهترین رو انجام بدم اینطوری برین اینطوری برین از رو یاد بگیرید به نام ایسای مسیح دعا میکنم خداوند تمام درهای برکتشو برای شما باز بکنه خداوند به شما آرامش بده تا با فروتنی نزد او برید شفاتون رو دریافت کنین به نزد او بازگردید عیسی مسیح رو به قلبتون بخونید و زندگی ابدی رو دریافت کنید در آرامش بمونید دوستان عزیزم شما رو دوست دارم اما خدا شما رو بیشتر دوست داره